سلام در این فراخبر. 44 سال پس از ششم جدی، اوراق تاریخ از این روز چه روایتی دارد؟ در ششم جدی سال 1358 قشون سرخ شوروی وقت به افغانستان حمله کرد، اما پس از 10 سال حضور وقت لشکر 40 شوروی افغانستان را ترک می کرد، میراث آن در یک آزمایش تقریبی 1 میلیون کشته، 3 میلیون زخمی و آواره و میلیون ها دلار آسیب اقتصادی بود. ششم جدی چه مناسبتی دارد؟ این روز چگونه سرنوشت مردم افغانستان را دگرگون کرد؟ و در نهایت آیا افغانستان هنوز توان یک تجاوز را می‌پردازد؟ اینها و بیشتر در فراخبر. من شمسمانی هستم و مهمانان فراخبر آقایان محمد ناصر شفیق استاد دانشگاه اینجا در استودیو و آقای رحمت الله حسن نظامی پیشین از طریق اسکایپ وصل هستند. بسیار خوش آمدین مهمانان. و بس آقای شفیق، اگر با شما آغاز بکنیم، امروز چی روزی برای افغانستان است و نگاه شما به ششم جدی چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما برادر منی و بندگان محترم تلویزیونی و زینیت نیوز و همکاران تکنیکی شما، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ششم جدی سال 1358 یک روز سیاه در تاریخ افغانستان بود. روزی است که بعد از سیما کم 2 سال حکومت حزب خلق دموکراتیک افغانستان، مردم افغانستان مجبور به واره شدن و ترک وطن شدن و در عین وقت رژیم وقت قبل از اینکه در 1357 روز ابت ثور به نام انقلاب از طریق کودتا رسیده بود، زمامداران قبلی ببرک کارمل، نور محمد ترکی و حفیظ الله امین در مدت زمامداریشان افرادی را از این ملت به نام ملا و مرتجی و اخوانی و اشرف زاده شهید ساخته بودند و قبرای دست جمعی از اینا تا امروز پیدا میشه. واقعی دفن کرالا که در کنر در حدود 16 و بعضی روایت 14 مردم بیگونای افغانستان سر به صدای تکبیر بلند کردن شهید شدن. به همین ترتیب قبر دست جمعی گروهی چمتله، فرم هده جلال آباد، در صوفی سمنگان، بدخشان، لغمان، تخار، اردک و همه ولایت افغانستان شاهد آن قتلگاهی بوده که حزب خلق دموکراتیک افغانستان به نام انقلاب یک کودتای را که برانداخته بودند، در نتیجه می کده تا زمامداران اولینشان خودشان بالای یک دیگه لعنت فرستادن و حفیظ الله امین 12,000 لست افراد را که کشته شده بودند در زمان به نشر رساند. شما شاهد بودین که حفیظ الله امین دوره زمامداریش که به سر می برد، در او وقت امو افرادی که در پولیگون ها دفن شده بدون محاکمه شهید شدن لستشان اعلان شد، با میتتی دیگه جای ولایت مختلف افغانستان. در نتیجه از این باز که کشمکش داخلی خانه جنگی داخلی از اونا منجر به این شد که ببرک کارمل از سفارتش بگریزه و به مسکو بره و زمامداران ان وقت مسکو را به این وادار بسازه که نور محمد ترکه اگر عبدالامین سرش در دانش بالش مانده بود، عبدالامین را رخصت کنه و کارمل به نیروی نظامی قشون سرخ شوروی 120,000 نیرو را به خود آورد و حتی اعلان حکومتش هم دوشنبه شد و روزی یک ننگ سیای تاریخ رقم زد که از قبل هم ادامه داشتن زمامداران قبلیشان به نام فرمان 6 و فرمان 7 مردم را به چیزای سوق میدادن که از ارزش‌ها و معتقدات و احکام اسلامی دور بوده و به این ترتیب این لکه ننگ ادامه پیدا کرد، چیزی کم 10 سال ادامه پیدا کرد، مردم را کشتن، حتی کسی که قیام حق مجله را در خانه داشت یا بی بی سی رادیو را می گرفت، اونا را هم به عنوان مخالف رژیم حزب خلق دموکراتیک تلقی میکردن و هر کدام از اونا را یا بندی و بعد از بندی کردن باز به
قتلگاه می رساندن و به این ترتیب 1.5 میلیون انسان را ما در ای جهاد برخلاف شوروی که بران داخته شد شهید دادیم. بسیار تشکر، ممنون شما آقای حسن. بسیاری ها و شمول آقای شفیق امروز را، ششم جدی را، روز سیاه در تاریخ افغانستان و آغاز بدبختی ها در افغانستان میخوانه، ولی نگاه شما چگونه است و از طرفی چرا حداقل 44 سال بعد از آن روز آیا مشخص شده که چرا و به چه هدفی شوروی وقت به افغانستان حمله کرد؟ سلام به شما و هموطنهای عزیزم. ممنون. ببینید، من یک نظامیستم که تحصیلات خود حربی، شوانزه حربی، پانتون در خارجم تحصیل کردیم. من اصلا که من کل عمر نظامی بودم. یک چیز از نگاه نظام و عسکری با ما، روزی که ما صاحب منصب شدیم سوگند خوردیم برای وطن خود، با مردم خود خیانت نمی کنیم. بله. بنان هر افسر کودتا بکنه در برابر ملت و وطن خود یک خیانت و جرم است، گرچه به هداف نیک اگر کرده باشه. مثلا کودتای 26 سرطان داود خان در برابر شاه افغانستان کرد، یک جرم بود و ضد منافع ملی افغانستان بود. کودتای ثور هم که شخصی کودتاچی ثور حفیظ الله امین بود، نه ترکه نه ببره کارمل خبر نبود، حفیظ الله امین بخش نظامی را که اداره میکرد این کودتا را کرد. و بعد از کودتایش حفیظ الله امین با واقعیتش یک قتل و کشتار در افغانستان انجام داد. یعنی حفیظ الله امین هر کس میگه که برای سیایی کار میکرد، استخبارات کار میکرد، او تبلیغات خودش از او یک سراپا یک آدم متحد به اندیشه مارکسیسم لنینیسم بودند. یعنی اندیشه مارکسیسم لنینیسم از این با او سویه تقویه بود، با او سویه پیشرفته بود که از روسها وقتی که به قدرت رسید افغانستان، ملت افغانستان در برابرش خیزش هایی که در نقاط مختلف افغانستان از دره نور نورستان در سمنگان هرات اینجا خیزش ها زیاد شد، بسیار تقاضاهای مکرر یا از روسا کردن که بیاین ورنه افغانستان شکست میخوره، غربی ها و عرب ها در این کشور جای به جای میشه، بیاین با ما کمک کنیم. نظر به تقاضای مکرر امین و روس ها را درست. ولی آقای حسن، یک مسئله بسیار مهم است، چون 44 سال گذشته، بعد درخواست یک شخصی فکر میکنین یک کشور بیایه اگر اهداف نباشه، و از طرف دیگه بسیاری ها باورشی است که آغاز بدبختی افغانستان زمین تاریخ 6 جدی 58 رقم خورد. بسیاری های دیگر مثل شما از 7 ثور 1357 زمانی که حزب خلق و پرچم کودتا میکنه در برابر داود خان، ولی شما باورتان این است که تنها حفیظ الله امین شریک بوده در این کودتا، دیگران نه، در حالی که روایت ها این گونه است که خلق و پرچم دست به دست هم داده بودن در کودتای 7 ثور. یک بخش عمده که نظامی ها اینجا، ما جنرال های بسیار کلان پرچمی ها که در اروپا اینجا وجود دارند، مالشان پرسان کردن، متا قماندان گارد یا هیچ کس خبر نبودن، بخش خلق حفیظ الله امین این نمی کودتا را رهبری کرده و گلابزوی و تنجار و گروپ های دیگر با یک جا بده. ببینید تاریخ افغانستان تاریخ خون و خونریزی است، تاریخ بدبختی است. واقعا اتحاد شوروی او وقت قدرت و توان عزیز داشت که در افغانستان مداخله کرد، آمد 11 سال جنگ کرد، ولی در برابر از این مجاهدین جهاد در اصل وقتی که از پاکستان شروع میشه، جهاد پروژه آمریکایی است، پروژه پاکستانی است، پروژه عربستان سعودی است که در برابر مردم افغانستان تمام نیروها خصوصا تروریست ها را از کشورهای تمام دنیا میارن برای کشتار، برای افغانستان معلم کشی، قتل و قتال. اگر داود خان یا امین کودتا کرده، هدفشان خیانت به وطن خود نبوده، هدفشان بوده که افغانستان عقب مانده است، کوتاه‌ترین را رای کودتا ما میتانیم خدمات اجتماعی خوب به مردم خود ارائه بکنیم، مردم ما را از این عقب ماندگی بدبختی بکشیم. یک از اهداف از یا ای بودن. اینمی
اهداف مجاهدین هم همی بودن که ما بتانیم ولی که آقای یک رژیم اصلا اسلامی شما بسیار مشخص شما شش جدی 1357 را روز سیاه نمیدانین، روزی که بدبختی در افغانستان آغاز شد و او زمان عملا جنگ و خونریزی آغاز شد که بسیاری ها باورش این است که هنوز هم اثراتش باقی مانده. ببینین هر اشغالگر در یک کشور روز سیاست. بله. چه اشغال آمریکا، چه اشغال روس ها، روز سیاست در تاریخ افغانستانی از واقعیت هیچ کسی از این واقعیت شیمپوشی کرده نمیتونه. ولی بیایم ببینیم حاصل از این جنگ، حاصل از این کار مجاهدین به قدرت رساند. مجاهدینی که 11 سال یا 20 سال در برابر روس ها و دولت دکتر نجیب، کارمل، ترکی جنگیدن به قدرت رسیدند. وقتی که مجاهدین به قدرت رسید، حاصل زحمات جهاد از او 60,000 کشتن کابلی، تجاوز به ناموس شرف مردم، این جهاد از او جهاد پروژه آمریکایی پاکستانی بود که به ما و شما واضح نشان داد وقتی که جهاد از او پیروز میشه یارد در جان یکی دیگه انداختن مثل سگا ور یکی دیگه خود خوردن افغانستان رو تباه کردن. بسیار تشکر، سپاسگزار شما آقای شفیق. از یک طرف آقای حسن بی باور است که اشغال بود آنچه را که روزها البته شوروی وقت انجام داده بود، از طرف دیگه هم اقدامی که مجاهدین افغانستان در برابر این تجاوز داشت را پروژه خارجی ها میخوانه. چطور میبینین شما به آنچه که در 10 سال حضور شوروی وقت و نبرد نفسگیری که قربانی زیاد مردم افغانستان داد گذشت؟ از این هیچ کس انکار کرده نمیتوانه که حزب خلق دموکراتیک افغانستان هیچ پشتیبانی در ملت نداشت. با صرف 2,000 نفر اعضایشان که خود نویسندگان شوروی گروموف و دیگرا ایره گفتن، محمود قاریف در کتاب خود گفته که اینا هیچ پشتیبانی در ملت نداشتن، اما به نام انقلاب کودتا را دست زدن و از آغاز کودتا اینا افراد وابسته به نهضت اصیل اسلامی افغانستان پیش از اینکه به احزاب جمعیت و حزب و اتحاد و غیره تقسیم شوه، اینا را صرف اعضای منصوب به این احزاب را یا نهضت اسلامی را بندی کردن. بر علاوه از شخصیت های نهضت اسلامی، شهید غلام محمد نیازی، سیف الدین نصرتیاد، غلام خواجه غلام محمود، دکتر عمر و غیره، صدها و هزارها نفر شخصیت های ملی افغانستان که تاریخ افغانستان و امروز افغانستان به او افتخار داره، شهید محمد موسی شفیق، شهید وفی الله سمی، شهید میوانوال دسیسه ای بود که از سفارت روسیه توسط ابلوب ترورزید شد که او را بکشه تا زمینه کودتا تحقق یابد. این درست است که هر تغییری که از طریق کودتا میاد ما با حسن صاحب موافق هستیم که خیانت ملی است. اگر پاچاگل وفادار کودتای داوود خان را برانداخته، اگر عبدالله امین به عنوان یگانه شخصی که از 6 نفری که بندی شدن ای از گروه سرشناسشان بود بیرون مانده بود و طریق اسلام وطنجار و گلابزوی و غیره کودتا را برانداختن، خو ایرا هر کس میدانه که فرمان نمبر 6 تان چی نام داشت و چی مقصود بود، فرمان نمبر 7 چی بود. زمینای مردم، ملکت شخصیشان به دیگرا تقسیم میشد، در حالی که هیچ قانونی یک ملی، یک قانون اسلامی را اجازه نمیده. به نام فرمان نمبر 7 چی بود؟ یعنی به نام ازی که ولور از بین برو، اما رای بد اخلاقی باش شوه که صرف به 300 افغانی یک کسی میتا در محکمه با یک دختر نکاح بسته کنه. این کارایی بود که کسی که قیام حق مجله را در خانه داشت یا صرف بی بی سی را گوش میگرفت. ما متعلم سال 1358 مدرسه نرم مدارس، پدر من نه مولایی بوده، صرف یک مامور دولتی بود، اما هم ما می ترسیدیم چندین دفعه افراد آمد و طالبای نجم مدارس را شواشب بردن و اینا گم شدن. ما در حالی که 13 سال عمر داشتم، ما هم دلیس بودم، آخر که مدرسه را می خواستم که تر بگویم. این حقیقت هاست که تاریخ رقم زده، این ثبت است. تاریخ مسخ نمی شود. کتاب دکتر شیرشاه یوسفزی را شما مشاهده کنید که اینا چی میگه. نبی عظیمی که خرافاتی گفته او حقیقت ندارد، اما واقعیت امیست که اینا نتنه
مردمی که منصوب به حرکت اسلامی بوده این از بین بردن. ولی کی استاد شد در برابر موسی شفیق؟ مثال زنده برتان میگم، دکتر پوهان وفی الله سمیر برتان میگم، هاشمی میوانوال برتان میگم، و میتتی بازارها وسط ها و استادان مدارس و مکاتب و حتی پونتون افغانستان را شما ببینید. این در حقیقت یک پروژه بود که از وقت تدبیر شده بود و روسا میخواست که به آب گرم خود برسانه، با مو کشورای تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و غیره کشورا افغانستان را ملحق بسازد. اگر این کمونیسم نبود، عکس کارل مارکس، عکس ولادیمیر لینین چرا در دفاتر افغانستان آویزان میشد؟ در حالی کارل مارکس خودش میگه، لینین خودش میگه که دین یک تریاک است، مذهب فلسفه تریاک است. ولی چیزی خیلی مهم است، چطور یک کشور اسلامی با عنعنات و عقاید و تقالید اسلامی خود اینجا کودتا را برا میندازه و سر دفاترشان عکسای کارل مارکس یهودی، ولادیمیر لینین و امیترتیب ستالین، جوزف ستالین، اکثر چطور یک مسلمان کشور سر خود مثلا آویزان کنه؟ اینا درست است که بعد شان شوری کمونستانی بودن، اما در حقیقت اینا با ملت افغانستان جنگیدن و می بود که مکمل ملت افغانستان مجبور شد زمانی که تپلم دیجا بندی میشه، کسی به نام متجی، کسی به نام مولا، کسی به نام اشتبراده، کسی به نام قوانی، هر کس بندی میشه، ضرور مردم را اینا خودشان در آغوش پاکستان و ایران انداختن. بعد میگه که این جهاد از پاکستان و امریکا آمده. جهاد وقتی امریکا به رسمیت شناخت که در او وقت زمامدارشان که آمد با کچگری یک و نیم سال گذشته بود که دید که ملت افغانستان میتونه که روسیه را یعنی سرنگون بسازد افغانستان، دو وقت باز امریکا حمایت کرد. وگرنه تا اون وقت سفارت امریکا در میفکر بود که دنیا مسائل جور کنه و حتی ایران به یک واقعیت یعنی تسلیم کرده بودن. بسیار تشکر، سپاسگزار شما. اصلا هرچند آقای شفیق بی باور است که گروه های بومی بودن که به خاطر حفاظت و حراست از خاکشان در برابر این تجاوز استادن، جهاد کردن، قربانی هم دادن، ولی چیزی که حالا مهم است در تاریخ افغانستان 44 سال پس از او روزی است که افغانستان فعلا در کجا استاده و میراث 10 سال حضور برای افغانستان چی بود و حالا حداقل که احساس میشه چی است؟ ببینید وقتی که جهاد در افغانستان شروع میشود، پاکستان فقیر و بیچاره نان خوردن نداشت، از برکت جهاد افغانستان پولهای وافر از تمام دنیا و تروریستای وافر از تمام دنیا در پاکستان سرازیر میشود. عربستان و امریکا، پاکستان، استخبارات پاکستان جهاد افغانستان رهبری میکنند، از اون منفعت کافی میبرند. یعنی پاکستان که هیچ چیز نداشت، دارای سلاح اتم، امکانات، همه چیز مند. امید دوست ما که پیش رویتان ششتر بیاد بیاره که وقتی که پاکستان پشاور یا فرار کرده رفته بود در پشاور چی بود، وقتی که پس آمدن در افغانستان در پشاور چی شده بود. یعنی تفاوت 100%. جهاد افغانستان به نفع پاکستان تمام شد، افغانستان تباه شد، افغانستان اولادایش کشته شد. چی خلق، چی بود عامل؟ کی بود عامل؟ کی بود عامل اساسی در افغانستان؟ کودتاچیان، افسرهای نظامی که کودتا کردند بر ملت خود خیانت کردند. ما رژیم شاهی رژیم نرمال بود، گرچه در برابر از ها کمونیستا و اخوانی ها قد علم کرده بود تمام، ولی بسیاری ها با آنچه که از تاریخ ما میخوانیم، بسیاری ها باورشی است که به داوود خان توصیه شده بود از طرف خود ظاهرشاه که یک چنین چیزی را باید برنامه ریزی بکنه، حکومت تغییری به تو قدرت را در دست بگیره وقتی که خودش از افغانستان بیرون میشه. اما چیزی که خیلی مهم است این است در شرایط فعلی، زمانی که نیروهای شوروی به افغانستان می آید، آیا می گروه هایی را که شما میگن ممکن دست نشانده های دیگران بوده آرام می ششتن و می پذیرفتن حضور اینها را در داخل افغانستان، یا حق داشتن یا مهم بودن که باید در برابرش می ایستید، حتی اگر دست نشانده هم می بود باید می جنگید؟ ببینید، یکی خب یک قوای اشغالگر یک کشور اشغال میکنه، تماما ملت مکلف است در برابر اشغالگر استاد شود برزم. یک واقعیت است در تاریخ بشریت، انسانیت ایران حکم میکنن وقتی که خانه اشغال میشه تو بر از خانه دفاع بکنی، یک واقعیت است. ولی نیروهایی که این روند را رهبری میکنن به منفعت خود میچرخانن. حال شما ببینید نتیجه جنگ، گفتیم که وقتی که مجاهدین جنگت
به قدرت رسید. به مجردی که در کابل میان استاد ربانی، گلبدین، آماشای مسیح کله یکی دیگه ای قدر میزنن، کابل 60,000 انسان میکشن. این حاصل جهادشان است. وقتی که ببینید یک مثال براتون میتونه بسیار جالب است، رهبرای کمونیستا ببرک کارمل، ترکی، افضل‌امین بیدین بودن یا هرچی بودن، دارای یک اندیشه بودن و اندیشه از واقع می بود که رفاه اجتماعی را بر مردم جور بکنن. ولی روزی که واقع مردن یک خانه هم از رو باقی نمانده. ببینید کمام کابل بگردین، از امین، ترکی، دکتر نجیب اگر یک خانه باشه که قدرت در دست داشتن. استاد ربانی مرده بسته یک کوچه است، استاد صاحب مرده نیمی زنده است نیمی کابل گرفته، گلبدین ببینین نیمی کابل گرفته، یا عمق کشتار هم کردن عمق چور کردن. ببینین خیانت یعنی میشه معلوم میشه اگر یک کسی درست است عقیدش کمونیست بود، خراب بود، ضد اسلام بود، یک واقعیت است، ولی این رقم خیانت خونه میکرد مال مردم را چور کنه، چپاولگر باشه. تشکر. مجاهدین وقتی که آمدن کابل چور کردن، هر چیزی که داشتن چور کردن، سرک کردن، هر چیز در افغانستان رو چور کردن. ممنون شما. یا دیگه ادعای وطن پرستی کردن نمیتونم بگم که ما تو بودیم. سپاسگزارم. سبق از این مجاهدین طالبا خوب داده، حق از یار داده که این دزدا از یار یکی یکی دیگه کشیده رو از تاریخی کل بسیار شده. از رهبرانشان گرفته تا قماندانانشان کلانانشان، طالبا این دزدا رو تاریخشان میکشه کلشان. بسیار تشکر، سپاسگزارم. خواهش شفیق، چیزی که مهم است در تاریخ افغانستانی است که هر گروهی که آمده در قدرت گروه دیگر منتفی دانسته و در برابر شد یقل آن شقای حسن اشاره میکنه اونها را اصلا سرش حساب نکرده. ولی امروز چی درس میشه گرفت از این میزبانی خاصه یا ناخاصه ای که برای افغانستان رقم خورد؟ در یک دقیقه بعضی ملاحظات داریم. در این شکی نیست که اینمی بعضی زمامداران خانه ها را جور کردن، امتلاک کردن، ملکیت ها را گرفتن، یک کار ناشایسته است، مناسب نیست. اما اگر کمونستان کده اونا با عقیده بوده که یک گند، یک حزب حکیمیت داره، دیگه هیچ کس بلند کردن نمیتونه. اونا ملکیت مشترک جامعه را مثل که مفکوره فلسفه کارل مارکس و لینین بوده، با عقیده بوده که دیگه هیچ چیز به اجازه نمیتونه، همه چیز از اوناست. و سر قدرت اونا خودشان شروع کردن. عبدالامین کی را کش؟ بالاشت سردان یک ترکه کی گذاشت؟ و امین را کی قتل کرد؟ کارمل نامد بر تانکای روسی و ایرا قتل کرد. درست است که اگر خانه جنگی و جنگ های داخلی در کشور افغانستان به دوره مجاهدین بمن آمد، ایرا هم عملش کی بود؟ خلقش به یک جنراب، پرچمش به دیگر جنراب، توطئه و ترهریزی را کردن که آخر خانه جنگی به این منجر شد که نسل دوم طالب آمد. طالب کیستن؟ اولادای مجاهدین هستن، اولادای خدمت به خلق دموکراتیک افغانستان نیستن، اولادای می فرزندای رشید یعنی می ملت هستن که پدرانشان در خانه جنگی مثلا نظام اسلامی را درست تطبیق نکردن، چرا که احزاب خلق و پرچم در بین دو احزاب به هم تقسیم شدن و اونا را به جنگای داخلی ساخت دادن. شما اگر مثلا از 60,000 کابل نشین را مثلا خبر میزنین، گپ میزنین، امی 1.5 میلیون انسان که در سراسر افغانستان اینا شهید کردن، در 24 هوتی هرات 24,000 انسان ها بوده یا مرغ بوده. با می ترتیب در قیام کابل، مردم کابل که شهید شدن، بمباردمان شدن، قیام مردم کابل 16 دکرال سر بر الله اکبر گفتن اینا مرغ بودن یا انسان ها بودن. وقتی که اینمی قاتلین هم از ولایت مختلف سرازیر شدن، در کابل در پایتخت جمع شدن و مجاهدین در بین خود اختلاف داشتن، شب درست است که ما اختلاف را تایید نمی کنیم، هر کودتایی که مردم مسلمان افغانستان را یعنی آسیب می رسنه کار نشایسته است، اما همه بدبختی ها عامل اساسیشان به اونا می ره، چه که اونا بودن که یک رژیمی را به میان آوردن که حمایت و سیاسی که ملت نداشت و با زور از رای کودتا به نام انقلاب سر مردم خدا حاکم شد. ممنون شما. خواهی اصلا یک دقیقه وقت داریم، چطور میشه زبان مشترک حداقل پیدا کرد در داخل افغانستان و دیگر این گونه گروه در برابر هم نایستاد؟ افغانستان راه طولانی داره برای تفاهم و برای همفکری و هماندیشی، راه طولانی داره تا این تضادهای اجتماعی، تضادهای عقیدتی در افغانستان موجود است و منافع قومی قومی خود را و حزبی خود را برتری نسبت به منافع ملت بدانند، افغانستان جنجال و کشیگیر زیاد را پیش رو دارند. بنابراین مردم افغانستان برش تماما احزاب، چه چپ و چه راست، چهره ایشان معلوم است که کیا کی هستند، چقدر به منافع ملت، چقدر به خیانت ملت روا داشتند، چهره ایشان برای کل دگی معلوم است.
بسیار تشکر آقای رحمت الله حسن نظامی پیشین و آقای محمد ناصر شفیق استاد دانشگاه از حضور هر دو مهمان گرامی. از شما بیننده ها هم سپاسگزارم. شبتان بخیر.